یک طرف از بس وکالت داده بیا به من کارهای منو انجام بده. اونم با همین وکالت دامه تمام ثروت و دارایی شما رو به خودش انتقال. آقا تونتر برو، میخوام با این مباشر احمقم حرف بزنم. ما با هم حرفی نداریم که بزنیم. تو بکشو از اینجا تو کسافت باید از اینجا بری. اینجا خونه و زندگی منه. خیال میکنی شهر هرته؟ خیال میکنی مملکت قانون نداره؟ گفتم رادی رو برو و ایلا مثل یه سگ میندازمت بیرون. چیفتر از یه سگ چطور جرات میکنی این حرفا رو به من بزنی؟ تو خیال کردی هر کاری دلت خواست میتونی بکنی؟ هر روز نامرده آسه من کمر میکشی بعدش به من نامرده نامرده ن باید بمیری. نه بیشون دلم کنده تو برم دلم میری میکشمت همال بخت بینوا تو رو خدا پدرمو نزم احمق بیشون مردی که گه احمق پدرچیم اون یاله باره بیا نماینده قانون میگم شما خودتون مقصرین که وکالت تام الاختیار به مباشرتون دادید. پس من قانونا هیچ کاری نمیتونم بکنم؟ هیچ کاری. دار احمدش کنه بیچاره از پست دق کرد. چرا مردی؟ من به جز تو هیچ کسی تو دنیا ندارم. انجمن ما از اطفالی که بدون سرپرست هستن نگهداری میکنه. اسامی این اطفال تو این دفتره. شما میتونید هر کدومو که بخواید بله. انتقیاسی تعهد بسپارید که در تربیت طفلی که انتخاب بله. میکنید مقرراتی رو رعایت بفرمایید. بسیار خوب. خب کدوم انتخاب میکنید؟ اونی که پای تیر نشسته. بله فهمیدم کیو میگین. امیر شهبازیان، امیر شهبازیان بیاد تو دفتر. چه پسری؟ بگو ببینم اسمت چیه پسرم؟ ها؟ اسمت چیه؟ چند سالته بابا جون؟ ببین من میخوام تو رو ببرم منزلم مثل پسر خودم بزرگت کنم. دوست داری پسر جون؟
سلام. سلام. پس مرتضی کجاست؟ باید رفته سراغی برمی کشوز را بیت بریم. چه خبره؟ امیر خان داری میاد. اونش مامد چی؟ امیر خانم ات باشو باشو باره تو گنجه چرا گنجه مگه چی؟ جر رو برده تو باره تو گنجه تو وقت امیر خان برده زهر مار برشی ببینم ناکس خودتو به خواب نسم. شما این امیر خان همه جوره ناکرده. آخه خجالت هم خوب چیزیه مرد. مگه ما با هم قرار نذاشتیم تا دیگه شبا نری دنبال ارواتی که صبح زود سر کارت باشی؟ نه و نکمه. چرا امیر خان چرا قرار گذاشته بودی؟ آخه این چه وضعیه؟ من پیش پدرم هزار جو چاخان کردم تا به تو کار داد. درسته. چرا کاری میکنی که رفاقتمون به هم بخوره؟ چرا منظم نمیری سر کاره؟ اونش با من نمیذارم رفاقتمون به هم بخوره. شوهرجم برای نمیذارم به هم بخوره. جون شما نمیذارم به هم بخوره. اگه شما میخواین به هم بخوره من نمیذارم به هم بخوره. پدرتون باهاتون کار دارن گفتن زود بیان کارخونه. پاشو لباسو بپوش بیا. اونش با من باره بابا خوره پدرت بیامرزه. بس عشقونه بکنیم. خوشگله. لب گرفتنت مشکله. رفت. کیره؟ امیر خان. خب این چلخ شده. بعد چرا تو گنجی؟ گرفتم. حال کن. الان عقدت میکنم. همچی عقدت میکنم که بالا تا اون بره خیابون بره. این عقد. دختری بسیار خوشگل، تو دل برو، تحصیل کرده و امروزی. آره انگار خیلی امروزیه. یه خونم تو تیش مامانیه. برش ببینم امیر خان. یک بدک نیست. ببخشید فضولی میکنم آقای بهادر، پدرش چی کنه؟ کارهای مختلف میکنه، بیشتر تو کارهای ماشین. پس راننده. باز تو فضولی کردی؟ ناراحت نشین اونش ماما. خوش کن امیر، من تو رو بزرگ کردم، تو درست مثل پسر من هستی. من در زندگی فقط تو رو دارم. میخوام که مثل هر پدری بچه های پسرم رو ببینم. این دختریه که من برات در نظر گرفتم. ضمناً پدرش امشب ما رو به خونش دعوت کرد. نازی خانم، این پسر من امین. خیلی خوش منم بانیتار. بله، شب فراموش نشدنیه. ببین امیر، اون آقا سلمان خان پدر نازل خانم هست. مثل اینکه این آقا رو یه جایی دیدم. ایشون آقای سلمان پدر نازل خانم، پسرم امیر. خیلی خوش آمدید. از آشنایتون خیلی خوشحالم. منم همینطور. ها؟ با دخترم آشنا شدی؟ بله پدر جون، با هم آشنا شدی؟ دست تو عینه هم دست دختره چهار نفره میمونه مرگ شما. مرتضی این به گردنه مرتضی خیلی میاد. مرتضی میخیالش. بله من در فرانسه بودم، سوفیا لوره به من تیش دارم. مرتضی بی اینجا بسا بی اینجا ببینم راننده با من چیکار داره. چی میگی بابا؟ اصلا مگه خون شدی؟ این همه دختر خوشگل اینجاست، رفتی با این پیرزنه گرم گرفتی؟ قربونت برم، نون تو پیرزنه هاست، دختر جمع خرج دارن. اما اینا عین حقوق بازنشستگی میمونن. باره آقا مزاحم نشو، باره جانم، باره بزن. مگه چی گفت؟ میخواد ماشین سوارش برای گردش. گفتم خودم لازمش دارم، میخوام خانوم ببرم عقدش کنم. خدا کنم اصلا سر کوچه‌شون وا باشه. آخه من میدونم این یه فاصله. تو اتاق خوابه. بس دیگه، حالا موقعش نیست. فقط یکی میترسم پیداش بشه. کی؟ همون که قرار زنش بشی. آره ده برو، بس ده برو تا بعد از مهمونی سر. خیلی خوب، تو ماشین منتظرتم، خدافظ جونی. منتظرم نظریه، گربه قشنگم. تا ساعت یک. ببین به مامان جونت هم سلام برسون. تا ساعت یکم لازم نیست صبر کنی، همین حالا میتونی ببریش. این توفه ارزونی تو اون بابای خوش غیرتش. بکش کنار نسیم بیاد ایچ بریم. چند اماله شوهر آینده؟
تو را عقل میکنم، تو را عقل میکنم، اصلا جفتتون عقل میکنم. امیر کجا؟ در خدمت باشه. تو مشغول عقدت باش، من میرم بیرون هوا بخورم. باشه، بزن روشن شو. خب میگفتی جون، جون میگم اگه شما دو نفر رضایت بدین همین الان میریم محضر سر خیابون جفتتون عقدتون بکنم. نمیفهمم، مگه قرار نیست من امشب تو این جشن برقصم؟ پس بگین من با کی طرفم؟ پولش با کیه؟ پای من خوشگره. من تا بعد از رقص باید بیای همینجا رو اون تخت خواب لخت مادرزاد واسه خودم برم. زنبو؟ خواب دیدی خیر باشه حضرت آقا. سنار بده آش به همین خیال باش. نه جونم ما نیستی. خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. آوازی گرفتی مشتی. وای سنجه ببینم. آخه لامصب تو چته؟ پول میخوای، خونه میخوای، هرچی میخوای که بهت میدم. پس ناز کردنت واسه من چیه؟ چرا به من که میرسی جانماز آب میکشی؟ من جانماز آب نمیکشم اصلا، اما تو نامرد نفرت دارم، بدم میاد. میشه بگی برای چی بدت میاد؟ میشه بدونم؟ پری ترکه رو که یادته، تو نامرد همین حرفا رو که به من میزنی به اونم زدی. بیچاره ساده بود، گول چاخانای تو رو خورد و خاطر خاط شد. ها. اون وقت تو نالوتی مثل انار آبلمو اینقدر میکش زدی تا به توفاله رسید. بعدم اون توفاله رو توف کردی بیرون. دختر دغمرگ تو ناجنس شد. حالا فهمیدی چرا ازت نفرت دارم؟ اما من واقعا تو رو میخوام زری، دوست دارم. اوش، میخوام سر به تنت نباشی. حاضرم با هر کثافتی باشم، اما با تو یکی نه. باید تو حسرت بمونی یا بمیری، همون جوری که پری ترک مرد. اصلا میدونی تو جشنی هم که تو به پا کردی حتی حاضر نیستم برقصم. به درک که نمیرخصی، اصلا به درک که رفتی. بالاخره به هم میرسی پری، درکم بابات رفت، فدای سرم شد. گفتی چی میخوای؟ من هلو میخوام. چشم براتون میارم. ببینه هلوش آبدار باشه. چشم. ببین میگم که هلوش همچی گنده باشه. هم چشم. ببین میگم که پیمندی باشه. چشم. ببین تو مش جا بگیره. اونم چشم. به اینجا کجا داره میری؟ میرم براتون هلو بیارم. نه عزیز جون، من این هلوها میخوام که اینجا. میترسم تو گشی. از جلوی من گوشاده. زری داریم اینه، چکارش کنیم؟ برین به زورم که شده ببرینش ویرای من. بچه بیا برین. خانم بیام برسونیمتون. من با تاکسی میرم. سلمان خان گفت شما رو برسونه. سلمان خان واسه خودش کرد. انگار سفر خوش نفرمی خواهم.
آقا من نمیدونم شما کی هستین، ولی هر کی هستین برای من مثل یه فرشته نجات بودین. اگه شما نرسیده بودین معلوم نبود چه بلایی سرم می آوردن. شما واقعا جوون مردی کردین، بذارین دستتون ببوسم. نه خواهش میکنم، خودت تشریف میبریم برسیم. نه من با تاکسی میرم، راحت ترم، یعنی نمیخوام مزاحمتون بشم. نه خانم چون چه مزاحمتی، بگی کجا تشریف میبریم. والا تعارف نمیکنم آقا، متشکرم. پیرنتون بعد چوری پاره شما از پس یه زن نتونستین بریم گفشین. خیلی قیافش مردونه است. ببینم شما بفرمین چی میخواستین بگیم؟ شما بفرمین، خواهش میکنم. من میخواستم بگم که شما نهایت لطفو در حق من کردی. حالا اجازه بدین به عنوان تشکر حالا دست شما رو ببوسم. نه خانم، خواهش میکنم. ببینم شما درس میخونی؟ نه خیر، کار میکنم. والا توی شرکت کار میکنم. لابد موشی هستی؟ آره موشی هستم. شما از کجا فهمیدی؟ مگه پیدا؟ همینطوری حد زدم. وا چه خوشگل حد زدی، شما حتما فامیلا منجم باشی هستین. خواهش میکنم خانم، چون کاری میکنی. خب رسیدیم تایی جوردم، من سر کجاست؟ اونهاش. خیلی ممنون. خواهش میکنم. شما واقعا لطف کرد، من حسابی شرمنده شدم. بذارین به عنوان تشکرالات دستتون رو ببوسم. خواهش میکنم، شرمنده نکنی خانم جون. پس بذارین اقلا به عنوان تشکر جات یه مچ کوچولی اینجاتون بکنم. قربون شما، مرسی، خدافظ. این دختره هرزه تو جشن امشب ما نرخصید، نه اون کاری که تو قولشو داده بودی. حالا عصبانی نشی سلما خان، من خودم ادبش میکنم. کاری میکنم که بیاد از شما مرد. روز که نیومده، شما صبر داشته باشین تا میبینیم. برم کن حالمون اگه بدون خودم باشم. بری پلاس همه سازا کوچه. خیلی خوب کاری میکنم که دفعه آخرش باشم. همین حالا در اومد تو. خیلی خوشگلی، اینو به سلامتی نوکر. باره بابا. خیلی خوب، به سلامتی همه نوکران. اگر لحظ باست رو فرستادم یه جا پامبول در آوردی، آخه چرا نرخصیدی؟ برای اینکه اون مرد با من داشت. پس میخواستی با آت چی کار داشته باشه؟ میخواستی تو رو بندازه تو ننو و بادت بزنه؟ نه نشو تو ننو بذاره باد بزنه. یه تو رو آت چرا رو تو زیاد کردی؟ بادم شکرش خواب آدی قفش رو پیرستم، نگفتم تو کارای من دخالت نکن. قفش رو دیگه در نزن، ببر نفس تو. برم کنیم بینم. باش برو لباس تا عوض کن، بیا واسه مهمونه برخص. بیبی جان آروم باش. امیر اونجام نیست؟ شاید شما چیزی بهش گفتین. نه من به پسرتون هیچی نگفتم، داشتم با یکی از دوستانم حرف میزدم، یه دفعه اومد و یه مش بد و بیرا به من و دوستم گفت و رفت. اصلا پسرتون؟ خیلی خوب دخترم، مهم نیست، حتما یه سوی تفاهمی شده، رفت میشه. به سلامتی شما و امیر خان. و رفتی. سلمان اون مهمونی رو برای آشنایی تو دخترش به پا کرده بود. پدر، دختر آقای سلمان به درد من نمیخوره. آخه چرا؟ چه
چرا نداره پدر؟ به درد من نمیخوره دیگه. تو حالیت نیست پسر، تو نمیفهمی. اون دختریه که هرون خواستگار داره، خیلی خوبه. من 32 سالمه پدر، اگه قرار زنا رو تو این سن بشناسم. خب میشناسم دیگه. چه میدونم والا، من که از کار شما جوانای امروزی سردار نمیارم. درس میخونی؟ نه خیر، کار میکنم. چه کاری؟ تو یه شرکت کار میکنم. لابد موشی هستی. آقا من نمیدونم شما کی هستی، ولی هر کی هستی برای من مثل یه فرشته نجات میدونم. اجازه بدین شما رو برسونم منزلتون. پیرنتون بد جوری پاره شده. بیا بیا این کت منو بپوشی، بندازی رو دوشتون، بره سرما بخوری. شما نهایت لطف در حق من کردید. اجازه بدین با عنوان تشکرالا دستتون رو ببوسم. آه نه 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 خانم، خواهش میکنم. بذارین با عنوان تشکرالا یه ماچ کوچولو اینجا تونو بکنم. عرضش بدن تنجانی رو آرد به جوان زوده بازو زود. بسر چقدر موز میخوری؟ بسه دیگه. واسه بارن کردن اینا میخورم. پس چرا نشستی بولن شو؟ نه واسه یه چشمه میام که عشق کنی. اما شالا ببینیم. برو داشت مرتضا، یا پوری های ولی زه نزنیم. ببینیم و تعریف کنیم. برو که خوب رفتی. اما شالا انگار زدی. زدی اونم چه جور، هم به این میلا زدی هم به خوده. اما یه مدت دیگه بزنم زور افکنش هم تا بد بکن. بزن ببینی پدر بردش کردنش نگاه. آها اینا رو میبینی؟ دیگه نمیبینی؟ یا مرحوم برو. بیبی جون عکسش رو نگاه کن تو رو خدا، ببین چه خوشگل و ماهه. عجب جوون برازنده. آره عکس کیه زری جون؟ عکس همون آقایی که بهت گفتم، یه آقای به تمام معنی، یه مرد حسابی، یه پارچه آقا. بیبی خانم بده ببینم. بینیشو بریدن. با سر تخته این مرد شورخونه. ببین بیبی خانم بازار دریوری میگه الان چیش میدم. خیلی خوب پارتی بازی واسه من در نیاره. هیچ بری هرچی فکر میکنم نمیدونم کیفم و کجا گذاشتم. شب تو جیب کتتون بوده رندوم مردن. راست میگی، دیشب کتم تن اون دختره بود، کیفم هم تو جیبش بود. کدوم دختره؟ بگو شاید ما بشناسیم. نه تو نمیشناسیش. ببینم امیر خان پولگونم توش بوده. آره پس فاتحه کیف رو بخون. آقا رو باش که چه خوش باوره. امیر خان. ها امیر خان، این کیف و کتتون رو یه خانمی چند دقیقه پیش آورد در خونه داد و رفت. رفت؟ بله. نفهمیدی از کدوم طرف رفت؟ رفت طرف بالا سمت چهار راه. وایسا من هم باید میام. لازم نکرده. مشمع مد در باز کن. تاکسی تاکسی. سلام. شما ای؟ خیلی متشکرم که کیف و کت من آوردی. ولی چرا تشریف نیاوردین تو؟ والا نمیخواستم مزاحمتون بشم. آخه شرکتم دیر شدی. اجازه بدی من شما رو برسونم. نه نه مزاحم نمیشم، با تاکسی میرم. منم باید برم سر کار، شما رو میرسونم. بفرمایید بالا. بفرمایید. متشکرم. تعارف نکنید. برای که اصرار میکنین باشه. چطوری قرار ملاقات باش بسازم؟ خدا کنه یه قرار وام بذاری. شرکتون کجاست؟ شرکتمون کجا رو بگم؟ شرکتمون خیابون چیزه. آخه نیستش که هر روز اسم خیابونا رو عوض میکنن آدم گیج میشه. خیابون اولش چیز داره؟ شین داره اولش. آره شین. بالاخره هر جایی باشه پیداش میکنم. یا شهر آراس، یا شهر ری، یا شهر زیبا، یا شهر. خودتون خسته نکنید، تو همین خیابونه اونها اونجاست. میگردید اینجا. آره خیلی ممنونم، شما واقعا لطف کردین. نمیدونم با چه زبونی تشکر کنم ازتون. قربون شما. به سلامت. خدا خداحافظ. Thank you.
راست میگم دروغم چیه پسر؟ خب میخواستی یه قراری باش بذاری؟ اون نشد لامصب. یعنی وقتی رسوندمش دم شرکت میخواستم بهش بگم که میتونم شما رو ببینم، اما بازم روم نشد. معلوم میشه خیلی از دختر خوشت اومده، پاش خاطر خوش شدی. آره آخه پسر، تو با یه مش زنای اونجوری و بدنام قاطی شدی، اونا اصلا عاطفه و محبت سرشون نمیشه. اما این دختر باصفاست، با معرفت، خونواده داره. میدونی تا چیزی بهش میگی میگه بس دستونو ببوسم، پاتونو ببوسم. پس دیپلم به بالاست، اونش با من. اومدم بابا، با اجازه برم ببینم چی با ما کار داره. اگه نیای قهر میکنم، باید امشب حتما بیام. چشم، قربونتم میرم، امشبم میام، نوکرتم هستم، درد و براتم بخوره تو کاسه سر این برادر مزاحم من. آره قربونت برم، شب میام باغونم. چه باقی چیه چه مرگیده بزنم یه بادم تو پاکشه نه دنگوش همه جوره جمعه شمارش خطر خانم خب میخواستی امروز یه قراری باهاش بذاری، حیف آدم یه همچین تیکه رو مفت از دست بده. خاک بر سرم کنن، روم نشد. یعنی ترسیدم، همش تو دلم خدا خدا میکردم که اون بهم بگه کی میتونم شما رو ببینم خانوم. حالا بیبی خانوم، فردا میرم سیراش، هر طور شده به یه کلکی تورش میذارم، جون جیگرشو برم. همینجا نگرم. پنجاه تومن رو بگیر، هر وقت گفتم شروع کن شروع میکنی، فهمیدی؟ شهرم خوبز برسه من شروع میکنم. اومد، یالا شروع کن دیگه، چیزی بگو دیگه. راتون به من نمیخوره کدومه؟ تو وزیفه داری این وقتی تاکسیت خالی مسافر سوا کنی و هر جا که میگم بری. من نمیتونم خانم شما رو سوار کنم. مگه شهر هرته هر وقت دلت خواست مسافر سوار کنی، هر وقت دلت نخواست خالی تو خیابونه بگردی؟ اصلا میدونی چیه؟ من الان برم اتفاق با تو اونجا وزیفه تو حالی کنم. خیال کردی؟ خجالت بگی برو آقا، به تو مربوط نیسته. ایوا شمایی؟ معذرت میخوام، شما رو نشناختم، خیلی معذرت میخوام، امان از دست این تاکسی ها آدم رو بیچاره میکنم. خانم بفرمایید کجا میرید، من خودم شما رو میرسم. برادر هرچی مردم آزار رو لازم. راحت نشه تو رو خدا، بفرمایید من چیکار بخوام. خدا هرچی با ملایمت باشون صحبت میکنه سوء استفاده میکنم. امثال اینا هستن که وضع ترافیک این شهر رو به هم میزنن. بله خواهش میکنم، شرکت خیلی دیرم شد. چشم، من میرسونم. صبح اول صبح اینقدر اوقاتتون رو تلف نکنید. مگه میشه؟ مگه میذارم؟ آخه میدونی هیچ کس به وظیفش عمل نمیکنه. بله بله صحیح میفرمایید. راستی شرکتتون کجاست؟ ایوا شما که یه دفعه لطف کردین منو رسوندین دم شرکت. راست میگه، دیروز صبح رسوندم به تو، معذرت میخوام. حواس برای آدم نمیمونه، ببخشید. خانم میتونم یه خواهشی ازتون بکنم؟ خواهش میکنم، بفرمایید. میخواستم ازتون دعوت کنم نهار رو با هم باشه. والله خیلی دلم میخواد، ولی میترسم پدر مادرم اجازه ندارم. میکنم. دل من روز تا به شب، شب من شب تا به روز، میخونه با آه و سوز نغمه های عاشقانه عاشقانه. تو ای چشم پر غرور، مرا با این عشق و شور ببر تا دنیای نور، تا ببینم زندگی را شاعران. شاده گاهی غمگین،
گاهی نوره گاهی ظلمت گاهی درده گاهی دستی مسافرت بیاد تو که گفتی همین روزا میاد آره ولی میدونم پدر مادرم با ازدواج ما موافقت نمی کنم چرا؟ ببین دیگه چیزی ازم نپرس فعلا دیگه حرفشو نزن باشه هرچی تو بخوای خب دیگه برم لیرم بشه حالا کدوم درک رفته بودی؟ امروز خیلی از سراغ تو میگرفتن وقتی دیدن نیستی همشون رفتن رفتن که رفتن حال نداشتم رفته بودم دکتر حال نداشتی؟ چرا حال نداشتی؟ خیال میکنی من خرم؟ بگو رفته بودم دنبال خاطر خوابازی یالا لباس تو عوض کن برو برقص یالا گفتم که حال ندارم بیا اینجا ببینم اینقدر ننه من غریبم در نیا اگه کری گفتم حال ندارم حال نقصی دارم ندارم الان حالتو جیوه ندارم میخوشمت اینقدر میزنم که دیشن آزوه بلم کنی بلم کنی من کاریش ندارم تونو شما من کاریش ندارم بلم کنی دیگه کاریش ندارم اصلا میخوام باش حرف بزنم خیلی خوب این دفعه رو ندیده میکرم حالا پاشو برو برقص نمیرقصم مگه زوره اصلا نمیخوام دیگه توی این خونه ایت بر پیدا شده میخوام برم شوهر کنم ای بچه فهمیدی چی شده زری خانم باز زده و کلش خاطر خواه شده میخواد شوهر کنه آخه مرد سگ مگه اون دفعه که شوهر کردی یادت رفت گوش کنیم بچه ها تو شوهر کردنه این خانم خانوم ها رو براتون تعریف کنم یه نفر زری خانم ده خاطر خواهی یکی از این جیگولوهای ریش و پشتار شد میخواد زنش بشه باشو توی یه کش کرده بود که الا و للا من میخوام زن این بابا بشه آقایی که شما باشین شرفی دومات نمیدونم تو مشروب احمد خانم چی ریخته بود نمیدونم عرق آبجو رو قاطی کرده بود نمیدونم جرد بود سوخته بود دوای بیهوشی بود خلاصه نمیدونم چه زهرمانی ریخته بود هرچی بود که بلا فاصله بعد از خوردن سر عروس خانم گیج رفت و یهو کله پا شد و بیهوش و بیگوش افتاد رو رخت وقت آقای دوماد هرچی طلا و علنگو و گرد ورداشت و زد به چاک جده رفت که رفت الان 5 ساله که داره میره و عروس خانم رو تو خماری و بیشوهری گذاشتی تا این که همین چند وقتا حکم غیابی طلاقش رو دادگاه صادر کرد قلب آدم ها آره با چرا سخت مثال دل سنگ ای خدا رحمم و روبت شده چون کیمیا مهر و وفا نیست به دل آدم ها آی دل ای دل جونم دل خدا
سلام، خسته نباشید. غلام. سلام. سلام. باز که مرتضی نایی بده، کجاست این پسر احمق؟ عرض کنم، شما خودتون که بهتر میدونین کجا. را بیافت بریم. خیلی دوستش داری؟ آره، بیشتر از همه دنیا. اون چی؟ اونم منو دوست داره خیلی زیاد، چون همه دروغای منو باور کرد. چرا میخوای ولش کنی؟ اون فکر میکنه که من یه فرشته پاک و معصومم. اون نمیدونه که من یه رقاصه در به در و بدنامم. من به دروغ بهش گفتم من یه دختر پاک و نجیب و خونواده دارم، کارمند شرکتم و خیلی دروغای دیگه. به همین تو چی گفتی؟ گفتم نه. چرا؟ چرا گفتی نه؟ آخه تا ابد که نمیتونستم بهش دروغ بگم. بالاخره یه روزی همه چی رو میفهمی. میفهمه که من کیم و چی کارم. اون میفهمه که من از بچگی تو این لجنزار بین این زن بدنام بزرگ شدم. اون وقت چه خاکی تو سرم میکردم. نه، تو نباید اونو از دست بدی. اون تو رو دوست داره، پشته تو رو ندیده میگیره. آخ بی 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 بی، چطور گذشته منو میشه ندیده گرفت؟ گذشته من مثل یه داغ ننگ رو پیشونیم چسبیده. اصلا ببینم، تو چرا دلت برا من میسوزه؟ تو خودت منو تو این راه انداختی، تو خودت منو به عباس فروختی، تو خودت منو تو این جهنم آوردی. پس دلسوزیت برای چیه؟ خودمم دارم تو آتیش این جهنم میسوزم، دارم کفاره گناهمو پس میدم. هر شب خواب میبینم، هر شب خواب میبینم که دارم تو آتیش جهنم میسوزم. الان مدت هاست که میخوام کاری کنم که تو منو ببخشی، شاید بار گناهانم سبک بشه. تو چی کار میتونی برای من بکنی؟ میخوام یه حقیقتی رو راجع به پدرت بگم. پدرم؟ تو که همیشه میگفتی اون مرده؟ نه، دروغ گفتم. پدرت زنده است. اون مرد سرشناسیه. نگاه کن، این عکس پدرته. اون یکی هم عکس مادرته. روزی که مادرت داشت میمرد تو رو به دست من سپرد که ببرمت پیش پدرت. ولی من این کارو نکردم. سالها گذشت، یه روز پدرت اومد سر وقتم و سراغ دخترشو گرفت. حاضر بود هر چی بخوام به من بده که بفهمه تو کجایی. ولی من به دروغ گفتم از تو خبر نداره و اونم رفت. تا اینکه من تو رو بزرگ کردم. خب دیگه بقیهشو خودت میدونی. حالا اگه تو بخوای من پدرتو پیدا میکنم. ما پیداش کردیم. بهش چی میگی؟ یا من به پدرم چی بگم؟ میتونم حقیقتو بهش بگم؟ نه بیبی نه، من حق ندارم با بدنامی آبروی پدرمو ببرم. بهتره که خیال کنه دخترش مرده بهتر از یه دختر بدنامه. آهای باش بیا بیرون بینم. این از چیه مال داری بیخی گوش دختره وسوسه میکنی؟ زنی بیا برنامه تا اجرا کن. اومدم. اعصابم بند شدی ناراحته. تو بمانون تو بسمون، تو بمانون تو بسمون. هر کی که بمانه بسمش بهتر باشه اول اون عقدش میکنم. آقا مرتضی، آقا مرتضی. چیه؟ چی شده بابا؟ اونش با من نوی امیر خان. مرغا مرغا برای تو لونه خوش برو تو گنجی بیرم از سرش نکن. چه برو چرا باش کدی برو تو به چون بینم برو تو بابا امیر خان میاد تا نرخه نیایم بیرون. چیه باز چی شده؟ این که غلام میگه راسته؟ کدوم راسته؟ چطور خاطر خواهی یه زن بدکار شدی؟ جواب منو بده. غلام میگه تو هرچی پول در میاری، هرچی کار میکنی، هرچی مساعده میگیری همه رو خرج زنهای بدکاره میکنی، راسته؟ خب چه کنم، خاطر خواه شدم، دوستشون دارم. تو غلط میکنی مرد. مگه زن قطعه؟ مگه زنهای دنیا همه مردن که تو عاشق زنهای بدکار شدی؟ یه دفعه دیگه خبر داشتم که سراغ اونا رفتی یا تو اون محلهای بدنام پا گذاشتی؟ دیگه نه من نه تو فهمیدی هر چی دیدی از چشم دکارت بخوره تو اون دلت. حیف نیست کارت بخوره به این ده. انگاه خاطر خواهیم داده تا چهارتا داره، حالش نی؟ اصلا همهش تقصیر تو ناچسه. آخه من چون مرز داری ماره لو میدی. مرز داری برو گمشه بینم. من مرز دارم. یالا بدم به چاک ببینم. مرز دارم. آخش
هرچی مابتلون آقایم شده بیاد بیرون. یالا بیاین خروستتون رو مشتم حال بده. بمانو به صاب آخش بمانو به صاب جسو نخوزه مرد مامیمانم تو به صاب. چی بکردم اینم پایده نداره. تصمیم گرفتم جفتت من آق کنم. چرا نمیای غذا بخوری؟ الان سه روزه که هیچی نخوردی، میمیری دختر. ای کاش میمردم و از این زندگی سگی خلاص میشم. میخوای من کنم؟ نه نمیخوام بری. نمیتونم اونو گول بزنم. ببین زری جون، ناامید نباش. تو اگه موافقت کنی من میرم پیش پدرت. من که تو دخترش هستی، همه یه تقدیر رو به گردن خودم میندازم. هر مجازاتی هم واسم معلوم کنه با جون و دل قبول میکنم. نه نمیخوام. پاپا ببین ناخونام قشنگ شده. آره قشنگ شده. پاپا من حوصله‌ام اینجا سر. خب پاشو برو خودتو سرگرم کن. چه جوری؟ با با موزیک، با رقص، با ورق، با یه چیزی. اینم یه چهار و سه با. اینم شیش و بش. آخه با کی برقصم پاپا؟ امروز من رو شانسم. چایی بفرست. چند وقتی که همدیگر رو میبینیم فکر میکنم با هم توافق داشتیم. تنها توافق شما شنیست. پس دختر آقای سلمان چی؟ گفتم که پدرم به نمیخوره. پس کی به دردت میخوره؟ همین دخترش آشنا شدم. بسیار خوب، ولی هیچ درباره خانوادهش، پدر و مادرش اصلا نه. پس چی؟ دختری رو که میخوای یه عمر باهاش زندگی کنی هنوز نمیدونی اصلا نه. سمیتش برای من مهمه. اینقدر میدونم که دختر پاک و خوبیه و توی شرکت کار میکنه. من که از آقا... آقای بهادر چرا نمیایین؟ اومدم آقا. شده غلام؟ کی تو رو همچی کرده؟ مرتضا با هم دعوامو برای چی؟ چرا؟ بس کرده بود میخواست بره پیش همون زنه. من گفتم نمیذارم بری زر تو محوانم. حالا کجاست؟ رفت پیش همون زنه. تو جاشو میدونی؟ آره. بیا بالا بری بیا. جات اینجور جاها پا نمیزنی مگه نه؟ من نگفتم نمیام. تو گفتی نرو. منم چیزی نگفتم. اما نمیتونم اینجا نیام. من آلوده اینجا. برو گم شو. واسه همیشه هم برو گم شو.
برای اینکه نمیخوام هر وقت میبینمت حس کنم که بوی لجام میدی، بوی تعفن اینجور جاها رو میدی. دست خوش نمیخوام بابا، ولم کن یه بارو دیم بابا، نمیخوایی برو تو رو یکی دیگه چی هم چونم برو 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 و دختر نجیب و شریف و خونواده داری هستی، کارمندی و توی شرکت کار میکنی که پدرت مسافرت و هنوز نیومده، که اوقات بیکاری تو تو خونه یا از بیکاری حوصلت سر میره و دروغای شاخ داره دیگه ها؟ خیال میکردم آدم ها رو میشناسم، ای هرزه دروغگوی پست، آخه چرا این کار با من کردی؟ چرا؟ چرا عشق پاک و بیارایش منو اینطور به لجن و کثافت آلودش کردی؟ چرا؟ 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 تو بوی کثافت میدی، بوی همون چیزی که هستی. حیف اون وقت آدم که با تو طرف بشه، حیف یک کلمه حرف که آدم با تو بزنه، حیف تمام اون روزا و ساعتایی که به تو فکر کردم، توف به تو زن، توف به تو. من کیم قصه ی تلخی توی یک کهنه کتاب، من کیم نقش امیدی که شده نقش برام، منم آن ناله که فریاد شده، بیمارستان مجیدی است. ما یه بیمار داریم که شاید شما بشناسینش. لازم زودتر بیاییم بیمارستان. هلو خانم،
بیمارتون کیه؟ الو بهادر تصادف کرده باشه. مشمد مشمد بله آقا. آقای بهادر اومدن؟ نه قربان هنوز نیومدن. اینجا هستن. شما ایشونو میشناسین؟ میشناسینش؟ بله خانم. خودکشی کرده با مقدار زیادی قرص. با شماره تلفنی داشتم بمیرم. نذاشتن خودم رو خلاص کنم. چرا؟ چرا؟ امیر اگه تو این مدت به تو دروغ گفتم، اگه خول بدادم، میخواستم منم لااقل یه بار تو زندگی مزه نجیب بودن رو بفهمم. بزرگترین آرزوی من تو این دنیا این بود که زن تو بشم، چون تو غیر از همه مردایی بودی که تا به حال سر رای من قرار گرفتن. اونا همه به دروغ میگفتن که منو دوست دارن، همه به دروغ عاشق من میشدن، ولی فقط بدن لخت منو تو رخت خواب گناه میخواستن. اما تو اینطوری نبودی، تو با همه مردا فرق داشتی. حالا که منو شناختی بهت حق میدم که از من متنفر باشی، چون من کی هستم؟ یه زن بدنام، یه زنی که از بچگی تو لجن و کثافت خونه‌های بدنام بزرگ شده، زنی که جز دروغ و کلک و نامردی چیز دیگه ای تو زندگیش ندیده. آره من یه زن رسوا و گناهکارم و تو یه مرد پاک و باشرف. دنیای منو تو خیلی از هم دوره. پاشو برو بذار به بدبختی خودم گریه کنم. من کی هستم؟ یه زن بدنام، زنی که از بچگی تو لجن و کثافت خونه های بدنام بزرگ شده، زنی که جز دروغ و کلک و نامردی چیز دیگه این تو زندگیش ندیده. آره من یه زن رسوا و گناهکارم. دختری رو که میخوای یه عمر باهاش زندگی کنی، هنوز نمیدونی اصل و نسبش چیه، از چه خانواده‌ایه، پدر و مادرش کیان و چی کارن. من وجود خودشو میخوام، صفا و صمیمیتش برای من مهمه. اگه تو این مدت به تو دروغ گفتم، اگه خودم رو یه زن نجیب جلوه دادم، میخواستم منم لااقل یه بار تو زندگی مزه نجیب بودن رو بفهمم. او یا علی مدد. بله فرزندم، تا به حال هزارون هزار مرد بودن که زن بدنامی را از منجلاب بدنامی بیرون کشیدن و با اونها ازدواج کرده و خانواده خوشبختی رو تشکیل دادن. این کار در مذهب ما نه تنها عیب نیست بلکه ثواب هم دارد. شاعر می فرماید گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر بادر این نکته نگیری مردی. مردی نبود فتاد را پای زدن، گر دست فتاد را بگیری مردی. شما برو دست این زن و بگیری نجاتش بده. خیلی ممنون جان، ما هم خیلی ممنون. امیدوارم که بتونم هر سه نفرتون در یه شب حق کنم. ولی قبل از عمل حق خودتون رو باز نشون بده. چیه بابا؟ باز چی شده؟ امیرخان داری میاد. بابا ولش کن، اونش با من. امیرخانم ات پاشه پاشه، مرغا بره تو لونه، مرغا بره تو لونه. امیرخانم ات که خیلی خیده. مرتضا قایب نشو، بیا بیرون. نه جون تو کاریت دارم. نه نکمه، بیا بیرون کاریت دارم. در خدمتم. میگم که برو از اون خونه بکشش بیرون، آب توبه بری سرشو عقدش کن. کیا بکشم بیرون؟ کدومشون حق کنم؟ همونو که عاشقشی؟ آخه من عاشق همه شونم. اصلا ببینم تو چطور یه حضی شبتانه این رو به اون رو شدی؟ واسه اینکه من خودم هم میخوام همین کارو بکنم. آخ جون،
الهی که من قربونت برم. آهای خوشگله بیان بیرون. شنافت نمی خواد چیکار کنه؟ ارتباط شما با ما موافقت کرد. یه ماچ. کجا آقا؟ میرم عیادت خانمی که تو اتاق بسن. مرخص شد. چطور؟ خودشون خواستم مرخصشون کنی. اصرار میکردن ما مجبور شد. زیاد ناراحت نشم. مگه اینجا خونه خاله است که ننه من غریبم در بیاری و مرگموش بخوری؟ دیگه نبینم از این وقت دست کن. اون دست کثیفتو بکش کنار. تو دیگه چی میخوای؟ بس برو پیکارت. این گرمان تو ازری خوشحالا که خوب شدی. یه دقیقه واسه تو کار من تموم بشه. بگیرش. بگیر همه خان. کجا؟ خونه ما. اینطوری نگام نکن. آره درست میگی. من تصمیم گرفتم عقدت کنم. تو زن من بشی. عرض میکنم آقای بهادر. چی رو عرض میکنم؟ مگه همچین چیزی ممکنه؟ البته که ممکنه. پسرتون امیر خانتون عاشق یه زن بدنام شده، عاشق یک زن بدکاره شده. من چون دوست شما هستم بهتون میگم. بلا من یه دختر خوشگل دارم که اگر پسر شما اونو نگیره هزار تا جوان براش سر و دست میشکنه. من به خاطر دوستی خودمون میخواستم این وسط صورت بگیره، وگرنه پسر شما عاشق دهنسوزی هم باور نمی کنم. امکان نداره امیر با یه زن بدنام معاشرت داشته باشه. خب از خودش بپرسین راسته یا نه. اگه دروغ باشه خودش بهتون میگه دروغه، ولی من یقین دارم که چنین چیزی دروغه. نه دروغ نیست پدر. اون زن هر چی بوده، هر کاره بوده، مال گذشته‌شه. حالا دیگه اون زن من میشه پدر. خیال میکنی من میذارم آبرو و حیثیتم توی این شهر بره؟ برای من فرقی نمیکنه. یعنی تو میخوای اونو بیاری توی این خونه؟ هر کجا که من باشم اونم باید باشه. اگه شما اونو نخواین یعنی که منم نمیخوام. معلومه که نمیذارم یه زن بدنام بیاد توی خونه. معلومه که نمیذارم شرف و آبرو و حیثیتم پیش در و همسایه بره. پدر بسته دیگه. اون یه زن بدنامه، مگه نیست؟ پدر خواهش میکنم راشی با اون اینطوری حرف نزنی. اون حق نداره پاشو بذاره اینجا. اون یه هرزه یه هر جاییه. پدر بسته دیگه. خونت، زندگیت، اسم و رسمت، مال خودت. ما اینجا نمیاییم. ما توی اتاق زیر شیروانی تایشارم میتونیم زندگی کنیم. پس دیگه اینقدر لفتش نده. اون زن من میشه، تو نمیخواش نخوا، اما ازش اینطوری حرف نزن. سویچ رو بده بهش، شاید لازمش بشه. چی شد؟ هیچ. بریم تو واسه بگیم. من میدونم این زن عقل پسرمو دزدیده، اونو چیز خورش کرده. هر کاری میتونی بکن، هر چقدر لازمه خرج کن تا شر این زن از سر این پسری احمق باز کنی. اون جوونه، چشاشو غرور جوونی گرفته، نمیفهمه چی کار میکنه. هر کاری لازمه بکن تا سر عقل بیاد. خیالتون راحت باشه، شما کارا رو بدین دست من، من خودم راست ریسش. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. قربانت. خداحافظ. بلند نیست که میگیم. یواش نیفته. تو رو خدا با احتیاط ببریم، به در و دیوار نخوره. چشم. بیا رو آدمای من تعقیبش کردن. اونا توی یه محله پایین شهر اتاق گرفتن. من ازت دو چیز میخوام. اول اینکه شر این زنی که سریع تر از سر این پسر کم کنی، به طوری که پشیمون بشه بره سراغ پدرش و بگه غلط کردم. دوم اینکه تارا هیچ زنی به من نه نگفته. من اونو از تو میخوام. من باید به بسار این زن برسم.
هر طور شده، به زور شده، به پول شده، هر چقدر بخوای بهت میدم. خیالتون تخ باشه چا زب کنین. بله قربون. مثل اینکه گفتی اهالی اون محل خیلی غیرتی هم، درسته یا نه؟ اینقدر غیرتی هم که شارک میزنن قربون. پس بیا اینم عکسای سکسی زنه. قربون عکسای سکسی به چه منظوریه؟ برای اینکه تو اون محل بین مردم پخش بشه. که چی؟ آه اگه اهل محل بفهمن که یه زن بدکار بغل گوششون خونه گرفته و با مردی که هنوز عقدش نکرده زندگی میکنه، فکر میکنه چی کار میکنن؟ والا والا نداره مرد. اگه مردای اون محلم لاسیبیلی در کنن، زناشون آشوب به پا میکنن و اون وقته که آتیشی روشن میشه که توش آقا امیر چطور میشه؟ کباب میشه. روشن شو؟ روشنه روشن. بزنیم بریم بچه ها، خیالتون تخت. خریده این بو قاسم هنس نیست که میبری واسه اون زنه. بابا این بیران خریده آن ناره بله ما همینجا دو به این پرتقاله که میبری واسه اون زنه. اون همه جوره عوضیه تو بری این رفت که تو بابا بهت برخوردم جوانی میشه. ما چرا لال شدی حرف نمیزنی؟ نه بابا ترمزش بریده با خلاص برو. چی شدن؟ این مردم برای چی این پایین جمع شدن؟ حالا فعلا که یکیشون زد زیر کاسه ماسه و کاسه افتاد. آخه برای چی این کارو کرد؟ لابد دلش نمیخواست که منو تو قسمونو با ماس بخوری. بیرون در خونه رو آتیش نزدی. اون زن بدکاره است. یالا بیا بیرون. اون زن بدکاره است. باید از اینجا بره. بره بیرون از این محل. میتونی شوهرهای ما رو از را به در کنی؟ نه کسی نمیدن. کجا داری میری امیر؟ میرم و بالکن ببینم چی میخواد. نه تو رو خدا نرو، اونو عصبانی هست. عصبانی هست؟ اونو احمق هم نه عصبانی، اینو بهش میگن حماقت. یکیتون حرف بزنه، این پایین چی میخواین؟ اون زنو، اون زنو. اون زن به شما چی کار کرده؟ اون زن یه بدکاره، سابقش امروز روشن شده. همه فهمیدن اینه زنی بدنام و هر جاییه. چی اینو میگه تو؟ تو چی کاری که این فتوا رو میدی زن؟ اینو همه میکن، همه میدونن که اون زن تو نیست. مرد اونا زن و شوهر نیستن. زن و شوهر نیستن. این زن حق کردش نیست. شما باز از قسمت و حرمت محلتون دفاع کنین. اگر ریگی و کفشت نیست، اون والا چرا وایستادی و نطخ میکنی؟ بی پایین حرفتو بزن. تو نگران نباش زالو، هر جا که تو بخوای حرف میزنم. آخه اونا دارن از اثبات محلشون دفاع میکنن، منم باز برم از اثبات تو دفاع کنم. باید باهاشون صحبت کنم بیرم چی اتونمون میخوام. من نمیذارم تو بری. برای تو خالت میکنم. اصلا حرف حسابتون چی هست؟ کی شما رو تحریک کرده که از اسمت و ناموس حرف میزنی؟ کی شما رو انگوله کرده که به خاطر بیناموسی ما رو از این محل بیرون کنین؟ این نامرد؟ این خود یکی از بیناموسترین مردای روزگاره. ما اومدیم تو این محل که زندگی کنیم، با شرف زندگی کنیم، نه مثل این نامرد بی شرف. اگه گذشته اون زن رو بهانه کردین، باید بگم همه کس تو زندگیش خطا کرده. گذشته هیچ کس صاف و ساده و بیشیل پیله نبوده. مهم اینه که حالا خطاکاره یا نه، حالا گناهکاره یا نه. بعدم این تو گوشتون باشه، وقتی جای خونه من شد
یعنی پای هیچ غریبه به پاشه درش نمیخوره مگه اینکه خون من تو پاشه اون در ماسیده باشه. پس اگه دنبال درد سر بسین، اگه هوای خون ریختن ندارین، برید دنبال کار زندگیتون. برپای این مرد گوش نده، اینی مثل جادوگرا میمونه. این بازبونه چرب و نرم شما رو اخبار میکنه. اینا مایه ننگم، بذارینشون این چوبا اینقدر بزنینش تا از نفس بیرد بشه. ازدواج کنیم آقای دکتر. ببینم اون حالش خوب میشه. آره خوب میشه. به خیلی چیزا بستگی داره، به قدرت خودش و بیشتر از همه به قدرت خداوند. یعنی اون اینقدر حالش بده؟ هیچ وقت از کرم خداوند غافل نشو دخترم، همه چی دست اون. تا حالا هرچی کشیدم، هرچی خونه دل خوردم، گفتم رضای توی وقتم نزد. اما بعد عمری که روزگارم تاریخ و سیاه بود، مردی سر رام پیدا شد که پشت و پناه من دلمو به مردونگی اون مرد خوش کرد. حالا اون مرد بین مرگ و زندگی، خدایا من که هیچ وقت از تو چیزی نخواستم، هیچ وقت رو تقدیر تو حرفی نزدم، اما حالا زندگی اون مرد از تو میخوام. خدا سلامتیشو از تو میخوام، بذار سایش رو سرم باشه، این ازت میخوام خدا، میخوام. با این عجله؟ حالش چطوره آقای دکتر؟ حالش بهتره، البته بیهوشه ولی خطر رفع شده. چند تا از دوستانش هم اومدن عیادش. تو؟ آره ما. آخه تو چی میخوای؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟ تو خیال میکنی من میذارم این بابا به این مفتیا تو رو از چنگ من دراره؟ تو سرمایه منی، تو جون منی، من نمیذارم جونم و کسی به این آسونی ازم بگیره. امروز، فردا، پس فردا، تو تاریکی، تو یه جای خلوت، هر جا باشه کلکشو میکنم.
خودم میدونم چی به سرم میاد، اما مجبورم. پس بهتره حساباتو بکنی، یا با من یا از حالا لباس سیاه واسش بدوز. من حرفی ندارم، من قبول کردم. زنده موندن امیر برای من خیلی ارزش داره. من در اختیارتم، اما فقط به یه شرط. چه شرطی؟ به شرطی که دست منو بگیری و هرچی زودتر از این شهر بری. بری یه جایی که خیلی دور باشه، اینقدر دور که اون نتونه بیاد سراغم و پیدا بکنه. باشه بزرگ؟ باشه، اما منم دو تا شرط دارم. اولی که همین الان کاغذ و قلم وری و بهش بنویسی که بهش ثابت بشه دیگه نمیخواش. دومیشو به موقعش بده. بنظره دوباره کارتو بکن تا من یه نگاهی به این ماشین بنزم. عجیبه، نباید گرد کنه. بله که کرده. مواظب باش نسوزی. ها بریز توش. آخه چرا برگشتی زن؟ تو که رفته بودی، تو که داشتی زندگی تو پیدا میکردی. دلم کن بیبی، دلمو بیشتر از این آتیش نزن. آدم وقتی رفت تو لجنزار دیگه رفته، دیگه باید خوراک کرما بشه. اگه خودشم بخواد بیاد بیرون دیگه نمیتونه. کرما به تنش میچسبن و همونجا نیگرش میده. سرنوشت من همینه، من تا آخر عمر باید مثل کرم تو این لجنزار بمونم و بپوسم. چیزی تو نیست، شانس آوردیم که زنده موندی. میخوام پاشم. نه این کار زوده، فعلا کمی تختتون رو بالا میارم تا آقای دکتر بیان و معاینت میکنم. کی من آورد بیمارستان؟ یه خانمی که باهاتون بود، مثل اینکه اسمشم زری بود. زری؟ پس کجاست؟ با چند نفر که اومده بودن دیدنتون رفت. این نامرم به من داد که به شما بدم. امیر، دلم به حالت میسوزه، چون تو خیلی ساده و سود باوری و آدم خوب نیست اینقدر ساده دل باشه. همه اون حرفا که تو مدت آشناییمون بهت گفتم دروغ بود. همه اون نگاه ها، اون نوازش ها، اون عشق ها و خاطره ها و خوشی ها کلک بود. من سال هاست که با عباس زندگی میکنم، هر کاری که اون دوست داشته باشه منم دوست دارم. پس بی خودی دنبال من نیا و علاف من نشو. ما با هم از این شهر میریم، میریم جایی که خودمون باشیم و خودمون. از اینکه مدتی تو رو سرگردون کردم عذر میخوام. بهتره چش و گوشت رو وا کنی و علاف زنایی مثل من نشی. خدا حافظ زری. نه اونو مجبورش کردم، بیشرفا اونو مجبورش کردم. خدا مرگم بده، چرا بلند شدی؟ آقای جوزی بدین دکترتون بیار. لباسای من کجاست؟ من میخوام برم. لباسای منم بیار. آی دختر آیشی نزدی باری کلا نادشندتون، آدم و دیوونه میکنین باری کلا نادشندتون. چه؟ تلفن شما رو میخوام. آنش با من. چه؟ تلفن؟ به پایین شستتون تو چشتون نره تا من برگردم. چه با ما کار داره؟ الو؟ چه؟ تو بیمارستانی؟ نه بابا، کدوم بیمارستان میخوام؟ مجیدیه؟ اونش با من الان مثل برق اومدم. تو برو تو ماشین، من یه دقیقه برم یه تلفن خونه مادرم بزنم. آفرین آفرین، باریکلا. پس امشب ما به وصال زری خانم میرسیم. البته، اما با هم شرط کرده که بعد از برنامه خونه شما از این شهر به کلی ببرمش. گفته فقط به این شهر میام اونجا. پس اگه برنامه واس باشه همین امشب ارکست مرکست و دنبک منبک هم آماده میکنم، زریدم میارم برفته. باقی غذایا با خود شما. یادت نره پیش خستم حاضر بسید. نه خاطر جمع باش، فعلا خدافظ. پیر سگ باز گوش باش دادی. من نمیذارم تو زری رو از این شهر ببری. تو قالات چی کنی؟ قفشو قفه خوب بشه. بیا این اشتی سر از قفشو قفشو قفشو. ای ظالم، ای خدا نشنا، چه بلایی میخوای سر این دختر بیچاره بیاری؟ زری گول این نامرد و نخورون برات نقشه کشیده.
ساعت دوم که گفتم بعد بهت میگم اینه که امشب یه برنامه تو منزل سلمان خان باز اجرا کنیم. چی؟ خوف نکن، فقط رقصه. به خاطر همین رقص کلی پول ازش گرفت. آخه اون نامرد از من فقط رقص نمیخواد. جون خودم، به مرگ خودم به همین رقص راضی شو. تو چی کار داری؟ من خودم با تو هم. تازه کلی مهمون اونجاست. اون که نمیتونه زور زورکه جلوی مهمونا تو را بزنه زیر بغلش رو ببره تو اتاقا. من باش قرار گذاشتم، فقط رقص. نامردی توش نیست داری والا. کی از این شهر میری؟ تو برنامه تو اجرا کن. کنی کورشم اگه تو عمرم یه همچیده باشم. به ارواح خاک پدر پدر بزرگم این صورت عین صورت مادر مادر بزرگم میمونه. بذار برم برادرمو ببینم. گفتم ملاقاتش ممنوعه. ببینم تو شوهر مبر که نداری ها؟ نه خیر آقا، من مجردم. به 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 قربون مجردید برم. دلم میخواد داشم زودتر خوب شه بفرستمش خواستگاری تو. ببینم اگه ازت خواستگاری کنم تو زوقم که نمیزنی ها. حالا چه عرض کنم؟ پس بذار برم به برادرم جریان خواستگاری تو رو بگم و شلاقی برگردم. خب خیلی خوب، برو اما یواش برو، کسی نفهمه. بی سر و صدا. چشم نوکرتم هستم، جیگرتم میرم. مژده بدین، مژده بدین آقای بهادو، تمام کارا رو به راه شد. جدی میگی؟ چنان نقشه جور کردم که رقاصه حاضر شد نه تنها از امیرخان دست بکشه، بلکه از این شهرم بره. بره لا دست پدر پدر سوختش. جان من، جون شما. الهی شکر، خیلی خوشحالم. در هر حال امشب یه بزم حسابی هم در منزلم با شرکت همین خانم رقاصه که عقل پسر شما رو دزدیده بود ترتیب دادم و دوست دارم شما هم در این جشن شرکت کنید. بعد از جشنم اگه دوست داشته باشین میتونید.
تلخ آقای بهادر. حالا دخترم کجاست؟ دخترتون همین یکی اینجا داره میرخصه. آخه من از کجا بدونم تو راست میگی؟ چرا دروغ؟ من خودمو در مقابل دخترتون گناهکار میدونم. من میخوام که اون خوشبخت بشه تا بار گناهانم سبک بشه. من یه عمر برای خودم عزت و آبرو درست کردم. حالا چطور بگم که من پدر دختری هستم که آقای بهادر پای سعادت و خوشبختی دخترتون در میونه. دختری که همیشه سعی کرده خودشو از این منجلاب بدنامی بیرون بکشه. این شما هستین که آخرین فرصت زندگیشو میتونین بهش بدین. این شما هستین که میتونین دستتون رو به طرفش دراز کنین و به همه بگین که این زن دختر منه. عباس کجاست؟ عباس کجا فرستادی؟ عباس کیه؟ من اینجا هم عزیزم. ولم کن. شنفتین چی گو؟ میگه ولم کن. من فقط برای رقصیدن اومدم اینجا، نه کار دیگه. حالاشم کسی بادکاری نداره، فقط خودم بادکار دارم. بله؟ بله. پس خواهش میکنم همه بفرمایین بیرون و ما رو تنها بذارین. یعنی چی منظور چیه؟ ما اگه خوابشو ببینیم اینجا ببینم داد فریاد نکنه به دلم بچه که کسی به کار ما کاری نداره. سلمان بلش کن. آقای بهادر کجا رفتین؟ بیان بعد از من نوبتش به ما میرسه. بیان بلش کن سلمان. چی کار کنم؟ گفتم بلش کن بذار بره، ازت خواهش میکنم. نمیفهمم تو چیت شده. مگه تو خودت نگفتی شر این زن رو از سر پسرت کم کنم؟ اما حالا میگم دست از سرش بردار. چی رو دست بردارم مرد؟ حالا دیگه اون مال منه. خیلی خاطرشو میخوام، میمیرم واسه. گفتم دست بردار، بیا این طرف. آخه چرا تو چت شده؟ عوض شدی؟ چرا دست از سرش بردارم؟ واسه این که واسه این که چی؟ واسه این که اون دختر منه. اون دختر منه. داره گیره میگی مرد، نکنه خودت هم گلوت پیش این خانم گیر کرده. خب اگه اینطوره باعث تو سر، بعد از من نوبت توه. صدا تو ببر بدجنسه بدجینت. پیر مرد خرفت، تا به حال هیچ کس جرعت نکرده این عمر با من انجام بده. خرفت پیرسک. یلا بچه ها بیاین بس اینو تنش کنیم ببرنش گیرهای خانجه شهر. من به حساب جور مرد خرفت رو برسم. نجاتش بده، اونو بردن ویلای سلمان 2 کیلومتری خارج شهر، جاده کرد. اونو برسون دارمون. خب من میرم سراغ زن. باشه 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 آقای بادر. کجا میرین؟ نه اگه دستت به تنم بخوره خودمون میکشم. من فرصت این کارو بهت نمیدم. نه ببینم Stop!
یه خدا خفاف میکنم نه اومد یادت اون روزی که پدرمو کتک میزدی؟ یادت اون روزی که زیر دقت انداخته بودیش؟ تو باعث مرگش شدی؟ خفاف میکنم میکشم بارو کنار داری؟ به خدا میکشم تو رو باید بکشم تو که جنت نیستی اونو بکشی کشتن آدم به دست آدم کار جناده اگه اونو بکشی گرفتار میشی اون وقت من چیکار کنم همه امید زندگی من به توی امید بنابراین طبق دلایل و شواهد موجود در پرونده قضات دادگاه به اتفاق آرا به شرح زیر اعلام رأی می‌نمایند. متهم ردیف یک سلمان فرزند اسدالله به 5 سال زندان با اعمال شاقه. متهم ردیف دو عباس فرزند حسین به 3 سال زندان. سایر متهمین صفدر فرزند تقی، علی فرزند غلام و حیدر فرزند رضا هر کدام به 1 سال زندان محکوم می‌گردند. کمک به دادم مرسه. Amatura